آقا یک دقیقه، یک دقیقه، یک دقیقه فقط به حرف من گوش کن. خانم، یک دقیقه، فقط یک دقیقه به حرف من گوش کن. یک دقیقه وقت رو من بده. نخواستی برو. کانال رو عوض کن. نمیدونم. هر کاری دوست داشتی بکن. دیروز داشتم فکر میکردم. خدایا، چی میشه این جمعه امام زمان ظهور کنه؟ چی میشه؟ گفتم داشتم فکر میکردم. گفتم من میشه؟ میشه من جز سربازای امام زمان باشم؟ یعنی میشه؟ چرا که نه؟ نمازامو کامل میخونم. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. روزهام هم که همه رو گرفتم. همینطوری داشتم توی رویاهام قدم میزدم که ناگهان لپتاپمو باز کردم. تعجب کردم. توی فیسبوکم بود. تعجب من این نبود که چرا فیسبوکم بازه. تعجب من از این بود که چرا فیسبوکم توی صفحه خودم نیست و روی صفحه یکی از دوستامه. و در اونجا یه فایلی وجود داشت که نوشته بود برای دوست عزیزم پشمان. کنجکاو شدم. بازش کردم. یه داستان بود که سرمستش نوشته بود پیرزن. خدایا این اسم آشناست. هی فکر کردم ولی هیچی یادم نیومد. شروع کردم به خوندن داستان. اولین خط، دومین خط، دیگه نیاز نبود سومین، چهارمین، پنجمین خط رو بخونم. همش یادم اومده بود. چرا ما باید همچین داستانهایی رو فراموش کنیم؟ چرا؟ بعضی ها میگن این داستان افسانه است، بعضی ها میگن دروغه، ولی مهم نیست. داستان از اینجا شروع میشد. پیرزن خوابیده بود. داشت خوابیدید که خدا اومده توی خوابش. خدا بهش گفت فردا من میام خونتون. پیرزن از خواب پرید. مات و مبهوت. عرق از سر و صورتش میبارید. وقتی به خودش اومد و فهمید چه خوابی دیده، بلند و خوشحالی گفت فردا خدا میخواد بیاد خونم. چی درست کنم؟ قرمه سبزی، قیمه، فسنجون، کباب، همه چی درست میکنم. و همینطوری تا صبح توی رویاهاش پرواز میکرد. صبح شد. شروع کرد به درست کردن غذا. قرمه سبزی، قیمه، به به. زمین رو جارو میکرد، تمیز میکرد، گردگیری میکرد. یه خونه تکونی حسابی. دمدمای ظهر شده بود. پیرزن خسته روی صندلی نشست. ناگهان صدای زنگ اومد. پیرزن هول شد. سری چادرش سرش کرد. دوید به طرف در. در رو باز کرد. اما یه پسر بچه بود. یه پسر بچه ای که صورتش سیاه، لباسش پاره. با حالت معصومانه گفت ببخشی خانم، خیلی گشنم. میشه یه تیکه غذا به هم بدیم بخورم؟ پیرزن یه نگاهی عصبانی هم بهش کرد و بهش گفت نه، هیچی ندارم بدم بخوری. و در رو محکم بست. چادرش از سرش باز کرد و آروم از حیاط به طرف خونه رفت. نزدیک در خونه بود که دوباره در زنگ در خورد. دوید سریع چادرش سر کرد. دوید به طرف در. خودش مرتب کرد. در رو باز کرد. این بار یک دختر که داشت می لرزید. ببخشی خانم، خیلی سردمه. میشه یه دقیقه بیام تو؟ فقط یه دقیقه، زود میرم. پیرزن با عصبانیت بهش گفت نه، نمیشه. امروز یه مهمون عزیز دارم. و در رو محکم بست. چند قدمی بیشتر نرفته بود که دوباره زنگ خورد. پیرزن با عصبانیت برگشت و فکر کرد دوباره همون دختر بچه است. در رو باز کرد. موهاش سفید بود. صورتش چروک بود. عصا دستش بود. بله،
یک پیرمرد بود. یک پیرمرد بود. پیرمرد نمیتونه صحبت کنه. داشت با اشاره چیزی به پیرزن میگفت. ولی پیرزن انقدر عصبانی بود که محکم درو بست و هیچ توجهی به اون پیرمرد نکرد. و رفت توی خونه. رفت روی صندلی یه روبروی کنارشون، روبروی شومینه نشست و آتیش داغ شومینه زل زد و آروم آروم خوابش برد. خدا اومد دوباره توی خوابش. خدا اومد توی خوابش. پیرزن دوید رفت پیش خدا. گفت خدایا چرا نیومدی خونم؟ همه چی رو برات آماده کردم. خدا با لبخند گفت چرا اومدم ولی تو راه ندادی. پیرزن گفت نه به خدا نیومدی، نیومدی، میومدی رات میدادم. پیرمرد خدا گفت چرا؟ بار اول پسری که گشنه بود، بار دوم دختری که سردش بود و بار سوم پیرمردی که نمیتونه صحبت کنه ولی داشت با اشاره بهت میگفت فقط به خاطر خدا کمک کن، فقط به خاطر خدا کمک کن. پیرزن از خواب پرید. ما تو مبهوت یه زمان نشست و کردن به امید خودم. لپتاپم رو بستم. با خوندن این افسانه به فکر فرو رفتم. آیا من یک منتظر واقعی هستم؟